بچه افغانستان گوش بکنید به دقت، ایرانی ها همه اینا میدونن، برای افغانستانی ها اطلاعات میدم. قبل از سال 57 من بچه یه شهرستان خیلی کوچیکم، خب سرپل ذهاب، سرپل ذهاب بزنید، اربیجی کرد. آره سرپل ذهاب بزنید، همین الان جمعیتش 40,000 نفر هم نمیشه. حساب کن زمان شاه جمعیتش چقدر بوده، نه 44 سال 45 سال پیش. من تو اون شهر کوچیکم جند خونه داشتم، جند خونه رسمی، دقت میکنید؟ ما این جمهوری اسلامی که اومد این جند خونه را جمع کرد. زنده باد خمینی کبیر. هرچی جند خونه محمد رضا پهلوی و پدرش درست کردن همه را ویران کرد، کردش کتاب خونه، کردش فرهنگ سرا. خجالت بکشید، خجالت بکشید. اونی که شما ساپورتش میکنین سازنده جند خونه در ایران بود. حالا سلام علیکم. یه چیز دیگه ببینید، من از این تریبون استفاده میکنم، تریبون برادر همزبان خودمه. خب شاید هم دو دقیقه بعد میسم برای من لایو بذاره، خواهر مادر منو بگاد، منم لایو بذارم فلان فلان میسم ها چیز بکنم. خب ولی مهم هم لحظه سران، خب من میگم مهم همین لحظه است. خب من اینو بگم بهتون، من توی اگه تجسم بکن، تصور بکن الان زمان پهلویه، ایران به اندازه جیبوتی میبود. جیبوتی یک کوچکترین کشورهای دنیاست. من زمان پهلوی کشور از دست دادم، کشور از دست دادم، کشور خاک فروشی میکرده، کشور بحرین ما از دست دادیم فروخت. همین الان مشکلاتی که با افغانستان داریم سر خاک فروشی رضاخان و این داره دسته همین شاهچاهای اینا بود. خب همین الان که ما مشکلاتی با ترکیه و آذربایجان داریم به خاطر کونده بازی محمد رضا پهلوی و داره دستش. آره. آی کوروش کجایی که نواده ها بیا ببین فهای شدن گرو میسم احساساتی نه، شما میخوام واقعیت ها رو بگم. اگه احساساتی میشی یا این که بهره برداری دیگه میکنی من میرم پای، من میخوام یه واقعیت ها رو بگم. مهم نیست که تو لایو خودت باشه، لایو ایکس باشه، لایو دشمن هم باشه، خب واقعیت رو باید گفت. بابا من زمان شاه، کشور من زمان شاه در عرض، ببینید طالبان نزدیک 2 ماه طول کشید افغانستان رو بگیره. زمان شاه و پسرش و پدرش ایران 2 بار اشغال نظامی شد، کمتر از 3 دقیقه. جنگ جهانی اول و دوم میخورد به زمان زمامداری محمد رضا و رضا خان پدرش، در عرض 2 دقیقه کل ایران به اشغال نظامی کشورهای متفقین در اومد. 2 دقیقه. خب صد رحمت به اشرف غنی که دو رضا شاه رفت سفارت تحویلش هم نگرفتن. آقا سه چهره تو واکن بابا، تو یا رضا چهره تو واکن، دلم برای تو، من هیچ چیزی دیگر بالا نمیارم. خودتونید، لایف خودتونه. اینا میان صبح تا شب درست کشیدم دایی. خب اینا یه عده هستن، خیلی عذر میخوام این حرفا میزنم، میگه ما میخوام انقلاب بکنیم. من میدونم اینا، خب اینا نمیتونن زنای خودشون رو بکنن، چه برسه به انقلاب. سلام سید، خوش اومدی. میگم این براندازا گناه دارن، بیان من یه ذره بهشون پول بدم، ثواب داره. برن یه ذره ببین، یه ذره برن قهوه نوشابه چیزایی، بری نادرشی ها بیا سیه گدا گوشت حرامزاده فلش بک. اینا همه زیر بالشتم و یه گوشش. آقا ببرش من تراز. آقا بزشید. آقا موت دیشب رضا کافی در آمده، امشب تو در فردا بدم پلپس دارم دوسته زیگه منم در میارم دیگه، همه بگیم در میارم. بابا من الان دوربین رو روشن بکنم، نزدیک 10 کیلو پول نشونشون میدم. خب تلاش رضا پولت نشون بده ببینن، رضا
به قرآن من طلا، من صبح تا شب دیدی که آخر شبا میام خواب، اینا صبح لایو. آقا کسی که صبح لایو میذاره تا شب معلوم آدم بیکاریه، معلوم از جایی خب بهش پول میدن، دولت اونجا بهش پول میده، پول کجا بهش میده؟ من ایرانی کار میکنم یا اون خارجی کار میکنه پول به اون میده؟ خب بعد میاد از پول من اینترنت میخره به من ایرانی و به تو افغانستانی پوش میده. بابا کاش که اینترنت بخره، میره نمیدونم مکدونالد نمیدونم کجا اینترنت مجانی میگیره. با صبح تا شب جرسومه فساد ننگ قدرت هم ندارم. ببینید اینا قدرت، ببینید صبح تا شب اینا لایو میذارن بر علی افغانستان. خب یه چیزی من واقعی بگم، خب من کار ندارم، نمیخوام بگم عددی، خدا همه این فتنه هایی که کردن زیر سر همین برانداز است. نه نه من میخوام اینو بگم، ما خاک پای بچه افغانستانی هستیم که جون دادن، سید دادن برای مملکت ما، برای دین. سید گوش بکن، گوش بکن، من اینو میگم، اینا قدرت هم ندارن، ارزه هم ندارن، خب اون صداشون نمیدونم کاراشون نمیدونم، صبح تا شب برای افغانستان لایو میذارن. خب دیدم به قرآن یه افغانستانی براشون تره خورد نمیکنه. من رو احساسات، رو ای که اون خانم زینب به ایرانی ها توهین کرده بود، یه لایو یک ساعت و نیم دو ساعته درباره افغانستان گذاشتم، کل افغانستانی ها خب داشتن خودشونو چاقو تیک پاره میکردن. خب ببین قدرت اینجاست، من میگم آقا اون موقع اشتباه کردم، بابا اینا قدرت هم ندارن. تو لایوی که میذاری، خب لایو میذاره پرچمو با زور این که نمیدونم عکس یه رهبر بیاره بالا، با زور این که من نمیدونم ان بذاره رو پرچم یه کشور، 10 نفر میاره تو لایوش، من همین الان لایو بذارم 3000 نفر بیارم تو لایوم، خوار مادر این پهلوی چاره بکنم تو کس نداشت، کس جنده نداشتشون. بزرگاشون جنده کونی هن، خودشون چه توقع داری؟ نه من متاسفم برای اینا، بابا من متاسفم، اینا فکر میکنن، اینا فکر میکنن مثلا ما استفراغی که کردیم ایرانی، ایرانی جماعت، آقا اصلا ایرانی نه. الان آقا من یه بریم از آن سمت افغانستان یه لحظه، آقا زمین و زمان، بچه افغانستان اینو گوش بکنید، خب من چیزایی میخوام چیزای واقعی تر بهتون بگم. آقا زمین و زمان رو جمع بکن، زمین و زمان رو جمع بکن، اشرف غنی دوباره برمیگرده رئیس جمهورتون بشه، به خدا نمیشه. اینا ای پهلویچی هم خدا رام، نعوذ بالله خدا رام بیاری وسط، پهلویچی دیگه حکومت نمیکنه بر ایران. عمرن نمیفهمن رضا جان، درسته من کار با دولت ایران، با آقای خامنه‌ای من کار ندارم، ولی من همیشه گفتم اینم میگم 44 سایت بزر بارو کیرم تو کسون خوار مادرت، مادر جنده تو تا سایه کیرم ریدی به خودت، چرا همش اسحالی میکنی؟ از طرز جمهوری اسلامی ایران و هواداران جمهوری اسلامی ایران اسحال زدیم به هیکلتون، خارکسا شروالاتون همه گویی، مادر جنده، یا خودتون کونین یا گویین یا زناتون جنده است، مادر جنده های هرزه. کی رو تهدید میکنی؟ کی رو منو تهدید میکنین مادر قبا؟ ببینید من ایرانی، من ایرانی میخوام مادر جنده، یعنی گوش بکنید، ببینید من میخوام یه چیزای دیگه بهتون بگم. خب دیدین که لایوایی که پهلویچی ها میذارن، خب اکثرا فحاشی، توهین، بی‌احترامی، نمیدونم چی به افغانستانه. بله میگه ما این گوش بکنید دقت بکنید، بچه افغانستان بیشتر این تیکه رو گوش بکنن، بچه ایرانی اگه گوش بکنن نکنن، خب اینجاش اصلا مهم نیست برای شما. خب اینا صبح تا شب لایو میذارن، میگن که وقتی انقلابمون پیروز شد، انقلابشون توی مثلا برلینه، تو ایران نیست، خب میگه زمانی که پیروز شدیم ای افغانی ها رو مثل سگ میندازیم بیرون. خب خیلی عوض میخواما، لایواشون رو ببینید
نمیگن مثلا وقتی انقلاب مجازی کردن، اینا تو توهمن، اینا تو خوابن، به پیر به پیغمبر اینا پول ساندویچ ندارن بخورن، به پیر به پیغمبر 99% اینا شبا سنگ میذارن رو شکمشون که احساس گرسنگی دیگه اونقدر نابودشون نکنه، به پیر به پیغمبر دیدی که لایو میذاره کنار مکدونالد، چرا عکس خودشو نشون میده که خونش معلوم باشه؟ چون که کنار مکدونالد از اینترنت مکدونالد و KFC داره استفاده میکنه لایو میذاره. اینا همشون اکثرا مواد میکشن، همشون مواد میکشن، مواد سنتی و سنتی و نمیدونم چون با هم قاطی میکنن و میزنن. یه دده بی هویت افتادن تو این فضای مجازی، بعد میگن آقا میخوای انقلاب بکنی؟ کاری نداره، شجاعت خایه باید داشته باشی. خب دو تا پرتقال خایت باشه، دو تا پرتقال نه، دو تا لیمو شیرین کوچیک حداقل خایت باید باشه. یه بلیت بگیر برو ایران انقلاب کن. تو فکر بکن الان برلین رو گرفتی، فکر بکن الان پاریس رو تصرف کردی، فکر کن الان واشنگتن رو به اشغال نظامی خودت درآوردی، باز هم به ایران ربط نداره. اینا اینقدر نفهمن. میگه جمعیت ما رو ببین، من جمعیت شما رو تو برلین دیدم 90% سیاه‌پوست بود، من جمعیت تو رو دیدم 18 تا پرچم. اولین پرچمی هم که اینا میارن بالا پرچم گیا، پرچم گیا، نمیدونم این رنگی کمان یارو. حالا من دست نمیارم، یه بارم اومدم تظاهرات کردم، من رفتم جنده خونه کردم، میگو آقا سر اینا تظاهرات دیگه خوردن. آقا سه اینا انقدر زرنگ بودن اون روزی که این کار رو کردن. خب اون روز اعتصاب آلمانیا بوده به خاطر پول برق. خب اینا ریخته، اینا همه شد 1000 نفر، شد 500 نفر قاطی اونا شد. به خودتون دقیقه همه شد خارج، اونا هم اومدن ویدیو درست کردن، گفتن آقا ما به اینا رفتیم. بعد اونجا یه پرچم کردستان بود، 100 تا پرچم بود، اصلا نمیشناختن اونا. اونا خودشون چستون به اینا که ما پرچم روشم، این اینا رو عقب طراحی کرده. اصالتت رو نشون دادین، این اصالت دیگه ادا در نمیاد. خفش با من نمیدونم چی داری کامنت چه تو نگاه نکسته تو لایوی خودت باید حرف بزنی، کامنت رو نخون. تو رئیس اینجا داداش میخواد هر که خوشت نمیاد بنسش مثل سگ بیرون با اون بالا بشه روش. یه چیزی من بهتون بگم، پرسونالیتی خودم بگم. خب به قرآن وقتی من میام صحبت میکنم توی لایو یه نفر یا خودم لایو میذارم، به جدم قسم اصلا توجهی به کامنت نمیکنم، چون که خودم اون بالا میتونم کامنت و خواهر مادر و برادر خواهر و کامنت رو بگم. آقا سید، آقا رضا، من الان متوجه نشدم این یارو زنش چجوری، این دوست پسر شاید اینجا، شاید اینا واسهش مشکلی نیست، این زنش هستن یا طلاق گرفته چطوری این یاسر قرار علنی می اومدن، علنی می اومدن مدن ناموس براش مهم نیست. اینا مدل آفریقاییشون است بابا. بذار من بگم، اینا فرهنگ غربیه، گوش بکن، فرهنگ غربی یه جیب زاپاس داره، این زاپاسشه، زاپاس بزن بهادرش اینه. اینا طرفدار، ببین این زنش، خب این زن است، خب یاسمین پهلویه. اگه ببین یا خانم یاسمین پهلوی، خانم که نه دیگه، یه چیز دیگه باید بگم الان نمیشه تو لایف، چون که شاید 4 تا زن باشه. خب تو که میای میگی از من ناموس، اینجوری هم میکنن ناموس پرستم. تو اگه ناموس پرست باشی، باید این رهبره که زنشو اجاره میده، اجاره که نه، زنشو جلو چشش میکنن. خب الان این عکس ها عکس نمیدونم خواهر من نیست، خواهر من، خواهر که ندارم. خب عکس خواهر من نیست، عکس زن رضا پهلوی هستش با یه غریبه. اگه یه فارسی زبانم بود ما میگفتیم یه فارسی زبان، یه خودی زد توش براش. بازم میگوشیم غمینیزا کونی کیر ختنه نگرده رفتوش. مادر جنده های پر دمه دیگم خواهر اینا رو بدایی. نه اینا فکر کردم مثلا ما، من ببینی، من از 36-37 سال، الان دیگه 37 سال از خدا عمر گرفتم. خب شاید بالغ بر 28 سالش از ابتدایی تا دانشگاه تا مقاطع بالاتر، 28 سال عمرم خب تو درس و دانشگاه و این چرت و پرتا بوده. میتونم فحاش خیلی قهاری هم باشم، میتونم حرفایی هم بزنم،
نمیدونم ادیسون هم این حرفا رو نزده باشه، میتونم حرفایی بزنم نمیدونم ده خدا این حرفا رو نزده باشه. آقا من سواد دارم، دانش دارم، قشنگ بلدم شما بی سواد رو بکوبم بچسبونم رو دیوار، از رو دیوارم چسبوندمتون رو دیوار بشاشم تو سر صورتتون. ای داد آقا ما یواش یواش بریم دیگه، رفع زحمت بکنیم، دیر وقته اینجا. آقا سیدره اینه طلاق گرفتن یا سمینه طلاق گرفته از این یوگایی هم چنو داره کیره بدون خط نمیخوره خارکاسی. من ازش خوشم آمده آقا سید، خدا قبول کنه من میگیرمش به خدا، به من بیابرگم گردم میگیرم. بچه شبتون خوش، مرسم. دختر کیه؟ این یاسمین دختر کیه؟ باباش مادرش اینا کجایی هن چه کاره هن؟ یه چیز دیگه بگم بچه ها، گوش بکنی بچه ها، ولش کن ولش کن بچه ها، من از حضورتون مرخص میشم. رضا مازو خواهد داشت هومن تو برو. خب من یه چیز دیگه میخوام بگم بچه ها، اینا صبح تا شب، خب این احمقا صبح تا شب میگه ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. بعد جالب اینجاست فرح پهلوی، سید فرح دیبای پهلوی طباطبایی، سید فرح دیبای طباطبایی. طباطبایی ها چه جوری هن؟ طباطبایی کسی یعنی هست؟ پدر مادر سیدن. آره میگه ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم. خب این احمقا به اینجای تاریخ فکر نکردن. خب فرح پهلوی کیه؟ فرح پهلوی سید فرح دیبای طباطبایی اسم واقعیشه. طباطبایی ها چه نوع سیدایی هستن؟ سیدایی هستن که هم پدر هم مادر سیدن. خب بعد تو زن محمد رضات که تو میگی من آریایی هستم عرب نمیپرستم، اصلا سید عرب تبار اصیله. خب حالا برمیگردیم به یه موضوع دیگه، زن اول محمد رضا خب یک عرب بود از مصر، دختر انور سادات، درسته یا نه؟ بله. خب زن اول محمد رضا عرب از مصر بود. خب اگه زن چطور میشد چی میشد؟ آره من به بقیهش رو میگم. خب ببین زن اول محمد رضا یه عرب بود از کشور مصر. کشور مصر یکی از قدیمی ترین کشورهای دنیا و عربی ترین کشور دنیاست. عربی ترین کشور دنیا مصره. زن اول ایشون از مصر بوده. اگه زنه، ببین محمد رضا ایشون رو طلاق نداد، زنه شاه سابق ایران رو طلاق داد. خب اگه فکر میکنیم طلاق نداد، الان این رضا پهلوی خب از زن اول ایشون به دنیا میومد، اسمش رضا پهلوی نمیشد، اسمش میشد عبدالمطلب الشیشامی المصریه. الاسکندرانی اینا فکر کردم مثلا من مثل خودشون بی سواد و احمق و نمیدونم هر جا که چیز باشه. نه یکم عقل اون عقل نداشته تو خواه یه تلنگری بهش بزن به خودت بیا بابا، سال 2023 به پیر به پیغمبر، من اگه جای اینا باشم یا قدرتشو داشته باشم تمام گوشی‌های هوشمند از دستشون میگیرم، یه نوکیا 20 بهشون میدم، همه نوکیا 20 استفاده بکنن، اصلا ندونن اینترنت چیه، فضای مجازی چیه. داداشه من دیگه رفع زحمت بکنم، عزیز دارید من، شبتون بخیر، دمتون گرم، زنده باد ایران، زنده باد افغانستان، کور بشه چشم دشمنان دو ملت بزرگ. عزیز دل من این یه علی مده، شب بخیر، خدا حافظ. یه ادمیان مثلا توهین و فحاشی، بله من خودم توهین و فحاشی کردم. خواه الان تاریخی لحظه تاریخ میگم آقا بس کنید، تو میری پرچم یک کشور میبری بالا، اونم ناموس اون لیدر تو میاره بالا.